شتاب و سرعت. جام حذفی سریع‌ترین بازیکن فیفا 23. سلام و درود خدا بر شما. در این ویدیو اومدیم همانند جام‌های حذفی پیشین که فهمیدید چه دروازه‌بانی بهترین برگردون رو میزنه و چه مهاجمی بهترین دروازه‌بان جهانه. الان اومدیم در این ویدیو اما توی فیفا 23 با هم دیگه بریم ببینیم که از بین بهترین و سریع‌ترین بازیکن‌های حال حاضر جهان، یعنی ارلینگ هالند، مارکوس راشفورد، آدامو تراوره، وینیسیوس، لیونل مسی، محمد صلاح، اوبامیانگ، لروکسانه، اونور کلیان امباپه، عثمان دمبله، آنتون سودای، اشرف حکیمی، کریستیانو رونالدو، نیمار، کایل واکر و کومان در این جام حذفی حضور دارند و این افرادی هستند که بیشترین سرعت و بین همه بازیکنان جهان دارا هستند در دنیای واقعی. اما میخوام ببینم که از بین این 16 نفر چه کسی به فینال راه پیدا میکنه. به نظر شما کریستیانو رونالدو و مسی کدومشون از تا میتونن به فینال راه پیدا کنن؟ اصلا این دوتا میتونن به فینال راه پیدا کنن یا نه؟ توی کامنت بنویسید و اینکه لایک و سابسکرایب کنید یوتیوب فراموش نشه که باعث انرژی اینستاگرام فالو بکنید سریعتر برسیم به صدکا دور خدا. و اینکه با انرژی بریم سراغ ویدیو. هالند مقابل مارکوس راشفورد. هالند با پیس 89 و مارکوس راشفورد با پیس 89. اولین سرعت رو می‌خوایم با هالند بریم ببینیم که الان هالند الان شروع می‌کنه به دویدن و بعد مستقیم بره. همینجوری ما فقط باید پابازو بکنه و روند دیگه ای نداریم. ما باید سعی کنیم که مستقیم بریم تا اینکه اینجا خودش رد بشه خط. 8 ثانیه و 11 صدم. و اینم بهتون بگم که فقط مسابقه با پا به توپ بدون توپ اصلا اینا نمیدونن، فقط پا به توپ. خیلی خب بازیکن بعدی مارکوس راشفورد میخواد ادامه به میخواد شروع کنه به دویدن. شروع میکنه این بازیکن، ببینم که میتونه رکورد ارلینگ هالند رو بشکنه. مارکوس راشفورد چیکار میکنه؟ ببینم که رکورد 8 ثانیه و 11 صدم رو میذاره یا نه. رسید به خط 8 و 17 و مارکوس راشفورد هست شده ارلینگ هالند با 8 و 11 صدم ثانیه به مرحله یک چهارم راه پیدا میکنه. آدامو تراوره مقابل وینیسیوس جونیور، دو تا از سریع ترین بازیکنهای جهان. آدم تراوره با پیس 95، علی بندت، وینیسیوس با پیس 95. آدم تراوره میخواد حرکت کنه، یکی از قهرمانایی که میشه روش قشنگ حساب کرد. و به نظر من آدم تراوره یکی از فینالیست ها باشه، اینقدر خوب میتونه بوده. کلیان امباپه میتونه باشه، وینیسیوس هم میتونه باشه، رونالدو هم حتی میتونه باشه. چقدر شد؟ 8 ثانیه و 4 صدم، رکورد همه رو زد. وینیسیوس جونیور میخواد حرکت خودش شروع کنه، ببینیم که رکورد آدم تراوره رو میتونه بزنه یا نه و میتونه رکورد آدم رو بشکونه یا نه. اون رکورد 8 ثانیه و 4 صدم ثانیه آدم تراوره که میتونه یکی از نامزدهای فینالی ما باشه. 8:25 نیومد متاسفانه. 21 صدم ثانیه فقط تفاوت داشت، 21 صدم ثانیه، یک ثانیه هم نه. آدم تراوره با رکورد 8.4 صدم ثانیه ای تونست وینیسیوس رو شکست بده، به مرحله یک چهارم نهایی صعود کنه. لیونل مسی مقابل محمد صلاح. لیونل مسی با پیس 81 به 8، محمد صلاح با پیس 89. بریم با هم دیگه داشته باشیم ببینیم که لیونل مسی با پیس 81 میتونه بقیه رقبا احتمال شکست بده یا نه. بودو مسی ببینم، مسی با صفادو، مسی صفادو، برو کنار، برو کنار، ببینم نخورم بهت. برو 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 برو. آقا نمیخونه، نمیزنه، نمیزنه، نمیخونه، نمیزنه. بد بود واقعا مسی، بد بود. 8.76 علی مدد. 3-2-1 برو بریم ببینم که صلاح رکورد 8.76 صدم ثانیه یه مسی رو میتونه بزنه و مسی رو حذف کنه یا نه. خودش به مرحله بعدی میره یا اینکه مسی به مرحله بعدی میره. میرسه همون میکنه کار. مسی رو زد، مسی رو زد. 8.50 صدم ثانیه، 8.5. ما مثلا تونست با رکورد 8 ثانیه و 50 صدم ثانیه ریگونال مسی رو حذف کنه و مرحله یک چهارم نهایی صعود کنه. اوبامیانگ مقابل لرویسانه. اوبامیانگ با پیس 84، لرویسانه با پیس 90. نوبتی هم باشه، نوبت مستر اوبامیانگ. ببینیم که چیکار میخواد بکنه. شروع میکنه حرکت خودشو و بعد سعی کنیم که صاف بریم که از لاین سرعت خارج شیم و بتونیم سریع ترین حالت ممکنه رسیدن اوبامیانگ به خط پایان رو پیدا بکنیم. 8:30 ببین خدا وکیلی سانه اوبامیانگ رو ندادن به چه چیزتون نباید اعتماد بکنی. بله نوبتی هم باشه، نوبت لرویسان عیده دلم میرسه که در بایر مونیخ جا افتاده. برو بریم ببینم. بودو 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 ببین رکورد اوبامیانگ رو میزنه، اوبامیانگ رو راحت داره میزنه. صافو رو فقط، صافو رو اوبامیانگ زدی تم شد رفت. 7:91 نه بابا رکورد همه رو زد. اینجا که میزنن پیس مثل پی اس نیستش، پیس یعنی میانگین سرعت و شتاب بازیکن که دوتاشون تاثیر داره. مثلا شاید اینکه مثلا شتابش 80 باشه سرعتش 100 باشه، یعنی 99 باشه، این میانگینش میشه 90 و هر چی شتاب پایینتر باشه این بازیکن دیرتر سرعت میگیره. این مهمه. لرویسان با 7 ثانیه و 91 مثلا ثانیه تونست که اوبامیانگ رو پرت کنه بیرون و مرحله یک چهارم نهایی صعود کنه. کیلیان امباپه مقابل عثمان دمبله. کیلیان امباپه با پیس 97 یا علی دو تا هم اضافه، عثمان دمبله با پیس 93 و 6 تا اضافه. بله نوبتی ماشین، نوبت کیلیان امباپه است. ببینم که میتونه رکورد لرویسان رو بشکنه یا نه. کیلیان امباپه حرکت میکنه، ببینیم که رکورد 7 ثانیه و
چند بود 91 صدم ثانیه گل رویسونه که رکورد همه رو داده و رکورد داره این میدان است بشکنه یا نه 8-4 بریم ببینیم که آقا دیم بده میتونه کلیم اوپر رو شکست بده یا نه برادر من که بدون شکست بده چون داره خوب میداره خدا وکیلی بانکی حال دیگه داره داریم کج میریم ولی فکر کنم که داشت چرا مردی الو 8-24 8-24 صدم ثانیه اون 8-4 زدیم 20 تا اضافه زد پس کلیم اوپر تونستش با رکورد 8-4 صدم ثانیه دمبله رو شکست بده به مرحله بسود کنه آلفونسو دیویز مقابل اشرف حکیمی با پیس 92 و آلفونسو دیویز با پیس 94 و 5 تا اضافه حالا اشرف حکیمی میخواد حرکت خودشو انجام بده ببینیم که اشرف حکیمی چیکار میتونه بکنه حرکت خودشو انجام بده اشرف حکیمی ببینیم که آیا میتونه رکورد دار میدان بشه برو گمشه کنار داره خوب میدونه دور خوب میدونه 8 ثانیه و 5 صدم ثانیه برو ببینم چیکار میکنه برو ببینم گازشو بگیر اشرف ببینم میتونی رو زمین بزنی یا نه ببین داره خوب میدونه ببین مدارم اشرف رکورد اشرف رو زد به نظر من رکورد اشرف داره میزنه 8-24 اشرف زد ترکوند اینو اشرف اگه میتونست با رکورد 8 ثانیه و 5 صدم ثانیه آلفونسو دیویز شکست تو مرحله 1/4 نهایی صعود کنه راند بعدی و جذاب کار کریستیانو رونالدو مقابل نیمار جونیور کریستیانو رونالدو با پیس 79 به اضافه 8 تا اضافه کمترین پیس داره بین همه بازیکن‌ها و نیمار جونیور با پیس 87 و 8 تا اضافه بله نوبتی هم باشه نوبتی میرسه به کسی که سرعت براش چیزی نیست اما الان در این سال بعد خودش نشون میده کریستیانو رونالدو رفت چوسه شروع کردن کار و شروع میکنه کارو با دویدن خودش ببینم که میتونه آیا رکورد دار بشه یا حتی اگر رکورد دار نشود از این مرحله صعود کنه به مرحله بعدی که لااقل دیگه مرحله بعدی هست خدا وکیلی 8-50 یا اول فصل ال نیمار حالا باید تراش خودش انجام بده ببینیم که آیا میتواند رکورد بقیه رو بزنه یا نه شروع میکنه به سرعت و دویدن شماره 10 ببینم آیا لیاقتشو داشتش که بپوشه واقعا شماره 10 یا حتی از مسی بدتره 8-37 به 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 آقای رونالدو حذف شد نیمار تونست با رکورد 8 ثانیه و 37 صدام کریستیانو رونالدو رو اوت کنه و مرحله 1/4 نهایی صعود کنه کایل واکر مقابل کومان کایل واکر با پیس 90 و 6 اضافه و کومان با پیس 91 و 7 اضافه برو بریم کایل واکر میخواد حرکت خودش رو انجام بده برو ببینم کایل واکر حرکت خودش رو انجام میده و همچنان کچل پدر سوخت داره دنبال ما میدونی چقدر سرعتش زیاد اون کسافت نگاه کن خدا وکیلی نگاه کن 8 ثانیه و 10 صدام ثانیه برو کومان برو ببینم آقا واسا یک کنار رکورد همه رو میزنه مطمئنه رکورد همه رو میزنه گمشه کنار برو 8-30 ثانیه بله کایل واکر تونست برای رکورد 8-10 ثانیه به مرحله بعد رو پیدا کنه و انگلیسی کومن رو با لگد پرت کرد بیرون مرحله 1/4 نهایی راند اول هالند مقابل آدم و تراوره هالند با پیس 89 تراوره با پیس 95 3-2-1 هالند میخواد حرکت خودش شروع کنه برو ببینم رکورد آدم و تراوره رو بزنه این نباید برسه فینال این برسه فینال کار همه رو تموم کرده یعنی این مرحله رو به خوب پوش سر بزنه آدم و تراوره تموم کرده همه رو 8-50 ثانیه گند زد به رکورد خودش اولین رکوردش 8-11 ثانیه چه جوری الان این بد شد برو ببینم حرکت کن صافرو الان بچا به درمو در میارم میگن کج رفتی صافرو ببینم آرام 8-5 آدم ترار رو با رکورد 8 ثانیه و 5 صدام ثانیه تونستش هالند رو پرت کنه بیرون و به مرحله نیمه نهایی صعود کنه محمد صلاح مقابل لروی سانه محمد صلاح با پیس 89 سانه با پیس 90 بعد محمد صلاح اونجا وایساده ببینیم که حرکت خودش رو خواست شروع کنه بعد در مرحله نیمه نهایی آیا میتونیم صلاح رو با هم دیگه مشاهده بکنیم اینا بود ببینم برو کنار ببینم همینا که خط خدایی صافو دارم میرم خط صافو برو کجنارو هشت رو ببینم 8-37 محمد صلاح 8-37 ببینم که لرویسانه میتونه تا چقدر رکورد خودش افزایش بده برو ببینم تو رکورددار میدانی تو رکورددار تمام رقابت های نمیدونم یک هشتم نیمه نهایی نمیدونم یک چهارم فکر کنم بتونی باشی باز دوباره تمام میکنه کارو 8-23 ثانیه بعد صلاح رو پرت میکنه بیرون مرحله نیمه نهایی صعود میکنه راند بعدی کلین امباپه مقابل اشرف حکیمی با پیس 92 و کلین امباپه با پیس 97 آقا آماده ای اشرف حکیمی برو ببینم اشرف بیا این مر صافش کن ببینم 8-11 ثانیه که اما تو پره گرفته ببینیم که میتونه قد حرکت خودش آیا شروع بکنه یا نه یه نفس عمیق میکشه و رفت شده شروع حرکت برو ببینم شروع حرکت خودش انجام میده کلیه اما نباید از این سمت برم اون سمتر برو کمشه کنار این مردک به خدا اگه کلیان امباپه تقصیر اون کچل است به خدا اگه روزی که تقصیر کچل است کلیان امباپه 7-91 ثانیه دقیقا رکورد لرویتونه در مرحله 1/8 کلیان امباپه با رکورد 7-91 ثانیه از شبکه میان پرت کرد به مرحله نیمه نهایی صعود کرد راند آخر 1/4 نهایی نیمار مقابل کایل واکر با پیس 90 نیمار با پیس 87 3-2 برو ببینم برو برو
برو ببینم، زیاد نرو بالا، زیاد نرو بالا، بیا پایین ببینم، بیا پایین مستقیم برو که حسابتو نگاه دور دنبالش میدوه. 7.99 ثانیه. بله نیمار آماده است، رفت زده حمله زدن و رفتش برای زده حمله. چیه وایس ببینم، واسه زده حمله ببین نمیزنه، نمیزنه کایل واکر زد کندی و نمیرسی، نمیره. چقدر شد؟ 8.5. برو با من یه بارو کایل واکر با رکورد 7.99 ثانیه نیمار پرت کرد بیرون و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. مرحله نیمه نهایی آداما ترور مقابل لروتانه و کلین اماپه مقابل کایل واکر. چه کسی به فینال راه پیدا میکنه؟ کلین اماپه با پیس 97، کایل واکر با پیس 90. 3 2 1 اما حرکت میکنه. برو خدا وکیل رکورد همه رو بزن نگه، بذار دلمون خوش باشه. خدا وکیل این کجله که همیشه لطفای میسه نظر و مانع پیش رفتت بشه. 7 ثانیه و 98 حالا یک صدام، حالا دیگه آقا میزنه، مطمئنم میزنه. 3 2 1 برو بریم ببینم. بودو کایل وکیل بردو، کایل وکیل خدا وکیل سافورو، سافورو اماپه رو بزن زمین، میزنی زمین داداش، فینالیست قطعی میشی، نانکی از نامزدهای قهرمانی هستی شما. 8 ثانیه و 17 ثانیه کلین امباپه با رکورد 7 ثانیه و 98 ثانیه کایل واکر رو پرت کرد بیرون و به مرحله فینال راه پیدا کرد. راند بعدی آدم ترور مقابل لروی سانه. آدم ترور رو با پیس 95، سانه با پیس 90. آدم ترور رو داریم مشاهده میکنیم، میبینیم که آدم ترور میتونه فینالیست بشه همراه کلین امباپه. بعد دوتاشون جدال کنن با هم دیگه، ببینیم که کی قهرمان میشه یا نه، نظر شما میرسه یا اینکه نه لروی سانه رکورد خودش که رکورد همراه شکست رو میشکنه. 8 ثانیه و 17 ثانیه بدتر. اگه بتونه سانه 8 و 17 هم بزنه راه پیدا کنه به فینال رقابت ها، یک برو بریم. وای سانه برو، سانه کنجن رو، سانه کنجن رو، کنجن رو، سانه کنجن رو، سافر رو ببینم به فینال راه پیدا میکنی یا نه. تو کار آدم ها تمام شد. شرمنده که شما 8 ثانیه و 11 ثانیه پیس 90، پیس 95 رو حذف کرد. فینال رقابت های سری ترین بازیکن جهان فیفا 23 لروی سانه در مقابل کلین امباپه. وای خیلی جدال بسیار حساسه. هر کسی ببره سری ترین بازیکن فیفا 23 است، هر کی ببره این دوتا فکرشو میکردی سانه برسه فینال؟ عمرم خودم فکر نمیکردم اصلا. 3 2 1 حالا میره امباپه، حالا میره امباپه، لعب خدا حرکت میکنه. برو گمشو کنار نبینم بت، برو گمشو کنار نبینم بت، نخورم بت. برو امباپه، برو امباپه، صافترین حالت ممکن رفته. 8 ثانیه و 5 ثانیه. و اینم بهتون میگم به خاطر اینکه حالا داره آپدیت میده فیفا، مثلا این هفته شاید مثلا سانه بد کار کرده باشه، به خاطر همین سانه مثلا سرعتش افت کرده باشه، یا مثلا آدم ترور لایف فرمشون روشنه. برو بریم ببینم. سانه تمومه، فینال سانه فیناله. مستقیم رو ببینم، سانه مستقیم رو تو جان جد، مستقیم رو، سانه مستقیم رو. 8 ثانیه و 3 ثانیه قهرمان فینال سریع ترین بازیکن فیفا 23 شد. فقط 2 ثانیه و کلین امباپه فاصله داشت. 2 ثانیه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر دوست دارین جام‌های حتمی دیگه بریم تو جاهای مختلف و حالا وایده‌های مختلف، حتما توی کامنت بنویسید. و اینکه از این ویدیو اگر خوشت اومد حتما ویدیو رو لایک کنید که خیلی به ما کمک می‌کنه. سابسکرایب به کانال یوتیوب ما فراموش نشه که واسه انرژی اینستاگرام فالو بکنید. سایت رو رسیدیم به 100 کو و فراتر از آن. ممنونم که تا ویدیو نکردید و نه تو ویدیوهای بعدی.